هر کدامشان به دلیلی خود را به این سرزمین رساندند. برخی برای قلمشان، برخی بابت هویت یا گرایش جنسی یا عقایدشان، برخی هم به خاطر فعالیت‌هایشان علیه جمهوری اسلامی. برای رسیدن به این سرزمین هر کدام خطری را به جان خریدند. اکنون اما همه آنها در سایه یک چیز زندگی می‌کنند. تهدیدهای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی روش‌های متعددی داره برای اینکه بتونه پناهجوهای واقعی رو در این کشور خاموش کنه یا اونها رو بدزده. از پرستوهایی که به این کشور فرستاده، به اصطلاح پرستو، یا اشخاصی که خودشون رو در قالب پناهنده جا زدن و در اصل مزدور جمهوری اسلامی هستن، اونها سعی میکنن خودشون رو به پناهجوها نزدیک بکنن، ارتباط دوستانه برقرار کنن و در نهایت بعد از اینکه اعتماد شخص رو جلب کردن، ضربه نهایی رو بهش وارد بکنن. مهرداد آبدارباشی، خلبان سابق ارتش، یکی از همین افرادی است که جمهوری اسلامی سعی در روبایشش داشته. این خلبان سابق ارتش به دلیل اینکه دستور شرکت در جنگ سوریه را قبول نکرد، مجبور به ترک کشورش شد. این به عنوان شاگرد خودش رو من نزدیک کرد و مأمور اطلاعات ایران بود. اما خب از همون اول من با هر کسی که ارتباط برقرار می‌کردم اطلاعات ترکیه در جریان بود، اونها رو در جریان می‌گذاشتم و با دستگاه شنودی که در تلفن ایشون تونستیم قرار بدیم، یعنی اونها به من دادن و من در تلفن ایشون گذاشتم، تمام مکالمات ایشون شنود می‌شد از همون اول و اطلاعات و امنیت ترکیه تونست این عملیات رو خونسا کنه. مهری یار محمدی که در دی ماه سال 98 به دلیل فعالیت‌های سیاسیش ناچار به ترک ایران شد، از جمله پناهجویانی است که با این تهدیدها مواجه شده. او که در کنار فعالیت‌های سیاسیش به کوهنوردی هم علاقه‌مند است، از طریق یک گروه تلگرامی به برنامه کوهنوردی دعوت شده بود. بعد آماده حرکت کوهنوردی شدیم. اون 4 نفر به ما نوشیدنی انرژیزا تعارف کردن و با اصرار زیاد ما قبول کردیم. من مقدار کمی از اون نوشیدنی رو خوردم، ولی همسرم به دلیل ناراحتی معده‌ای که داشت نتونست اون نوشیدنی رو بخوره. بعد از چند دقیقه دچار سرگیجه و حالت تهوع خیلی شدید شدم و از اون بعد دیگه هیچ چیزی یادم نیست و به گفته همسرم علیرضا که متوجه این توطئه شده بود، من داخل ماشین برد و با چاقویی که داخل ماشین داشت، طوری که اونا متوجه نشن، لاستیک ماشین اونا رو پاره کرد. خدا رو شکر نتونستم ما رو متوقف کنم و ما موفق به فرار شدیم. در آبان سال 98 مسعود مولوی، مدیر کانال تلگرامی جعبه سیاه که سابقه همکاری با جمهوری اسلامی را هم داشت و خبرهای پشت پرده در حاکمیت را افشا می کرد، در استانبول ترور شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، 2 دیپلمات جمهوری اسلامی در ترکیه در این ترور دست داشتند. پس از روبایش حبیب چعب، مخالف سیاسی جمهوری اسلامی از ترکیه و انتقالش به ایران در پاییز سال 99 هم، پلیس ترکیه از بازداشت چندین عضو یک گروه تبهکار به اتهام همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای روبودن چعب خبر داد. محمد باقر مرادی و آرش شعاع‌شرق، 2 روزنامه‌نگار، از دیگر افرادی هستند که در سال‌های اخیر در ترکیه روبوده شدند. پناهجویان ایرانی برای رسیدن به این کشور کم سختی نکشیدند. با این حال رسیدن به این سرزمین برای آنها به منزله پایان تهدید و آزارهای جمهوری اسلامی نیست. تنها تغییری است از یک آزار به آزاری دیگر. تا رسیدن به سرزمینی امن برای آزادی یا برقراری دموکراسی در کشورشان. نرگس توسلیان، لندن.